درود بر شما. سوم بهمن ماه 1399 خورشیدی و 22 ژانویه 2021 میلادی. یکی از موضوعهای مهم دولت جدید آمریکا، دولت بایدن، چگونگی واکنش به فعالیت‌های جاری هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی است و ماجرای برجام و این داستان‌ها. امشب در صفحه آخر به اعتراض شدید آلمان، فرانسه و انگلیس به جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت در پیوند با تولید اورانیوم فلزی در ایران که برای ساختن سلاح اتمی استفاده میشه. یکم مفصل‌تر به محسن فخری‌زاده میپردازیم، مسئول ترور شده نظارت بر تولید سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی. پرده آخرم که طبق روال همیشه آخر برنامه خواهیم داشت. قبل از هر چیز اجازه بدید که یادآوری کنم که یک شنبه 28 دی ماه، یک شنبه پیش، 40 روز اعدام روح الله زم بود، مدیر و بنیانگذار کانال تلگرامی خبری آمد نیوز که میدانید با فریبکاری حکومت ایران، روح الله زم مهر 98 از فرانسه به عراق رفت، اونجا ربوده شد، به ایران برده شد و بعد بدون اینکه به او، به خانوادهش و حتی به وکیل تسخیریش بگن 22 آذر 99 بردنش پای چوبه اعدام و اعدامش کردن. تقدیمی این هفته به روزنامه نگاران افشاگر. از اینکه حکمای اعدامش بهش ابلاغ نشده و خبر نداره و دوستانی اونجا از مامورها دروغ گفتن، گفتن روح الله خودم اعدامه، تایید نشده، تازه اگرم بشه فرصت قانونی وجود داره، کارهایی وجود داره، اقاضی دادرسی که باید این مسیر طی بشه، نگرانی نداره. اون شب گفتش که من که از اعدام واهمه ای ندارم، من این راه رو برای خدا اومدم، با اذن خدا اومدم، حتی استخاره کرد اومدم، من از اعدام نمیترسم. نشسته بود خواهراشم بغلش بودن کنارش بودن و با خنده همین شاهش بودن، گفت اگر منو کشتن این بیت شعر رو گفتان یا کزو گشت سر دار بلند، چرمشان بود که اسرار رو بهداری کرد. و اگر منو کشتن این شعر رو قبرم. اول به محسن فخری‌زاده بپردازیم به دو دلیل. هم به این دلیل که رعایت درخواست دوستان عزیزی رو کرده باشم که تماس گرفتن، گله کردن که چرا درباره فخری‌زاده برنامه‌ای نداشته ایم، و دوم این که با شناخت فعالیت‌های محسن فخری‌زاده مهابادی بهتر می‌شود فعالیت‌های جاری هسته‌ای جمهوری اسلامی رو که مورد مناقشه است همچنان دریافت و شناخت. شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک 14 سال پیش در 3 فروردین 1386 قطعنامه 1747 رو علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد. در بند دوم قطعنامه 1747 مربوط به تحریم افراد و مؤسسه‌ها آمد، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است که با محسن فخری‌زاده، دانشمند یا دانش‌پژوه وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ببخشید من این نکته رو اولی توضیح بدم. ببینید همه جا به عنوان ساینتیست گفته می شود در متن‌های انگلیسی که زبان معمول این مراکز و به طور کلی زبان معمول رسمی و دیوانی دنیاست به اصطلاح. ساینتیست رو در ایران، در رسانه‌های ایران ترجمه می‌کنن دانشمند، در حالی که اینا همشون دانشمند به معنای دقیق کلمه خب نیستن، هممون میدونیم. حالا به همین دلیل منم عرض میکنم دانشمند یا دانش پژوه فلان، یعنی ترجمه در واقع سر دست شکسته همون ساینتیست دیگه که حالا اشکال از زبان انگلیسی یا فارسی بماند. خب دوباره میخونم، در بند دوم قطعنامه 1747 مربوط به تحریم افراد و مؤسسه‌ها، در قطعنامه 1747 آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از جمهوری اسلامی خواسته است که با محسن فخری‌زاده، دانشمند یا دانش‌پژوه وزارت دفاع جمهوری اسلامی و رئیس سابق مرکز تحقیقات فیزیک در شیان لویزان گفتگو کند.
که می‌دانید رهبر جمهوری اسلامی سخت مخالفت کرد با گفتگو با به گفته خودش دانشمندان هسته‌ای ایران و می‌دانید که سایت مخفی شیان لویزان رو خرداد 82 سازمان مجاهدین خلق افشا کرد به عنوان مرکز تحقیق و توسعه اصلاح غیر متعارف در ایران و سایت شیان لویزان رو جمهوری اسلامی با خاک یکسان کرد که اثری ازش نماند که دیگه اینها در برنامه‌های متعدد در صفحه آخر گفتیم که باری 14 سال پیش در قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار اسم محسن فخری زاده آمد در بین تحریم شده های هسته‌ای جمهوری اسلامی. کی بود محسن فخری زاده مهابادی؟ ایشون متولد 1 فروردین 1340 در قم، یعنی بر طبق اسناد رسمی تقریبا 60 سالش بود که 7 آذر 99 در آبسرد دماوند تهران نزدیک ویلای خانوادگیش ترور و کشته شد. فخری زاده ها اصالتا مال مهاباد اصفهانن، از توابع اردستان استان اصفهان، نه تو کردستان شهر مهاباد. تحصیلاتش رو آقای فخری زاده مهابادی کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای رو از دانشگاه صنعتی اصفهان گرفت، در جنگ ایران و عراق بعد به عنوان عضو سپاه پاسداران تو برنامه‌های موشکی فعال بود، چند سفر به کره شمالی داشت، از جمله در بهمن 91 که کره شمالی سومین بمب اتمی رو آزمایش کرد ایشون در اونجا بود، حالا دعوت شده بود هرچی. تمرکز بر ساختن ورژن‌های مختلف کلاهک هسته‌ای در جمهوری اسلامی از دهه 60 شروع میشه، اواخر جنگ ایران و عراق. یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران که به غرب پناهنده شده چند سالی است و یک بار در برنامه مفصل یادداشتش رو براتون خوندم، در یک قسمت از اون یادداشت نوشته در سال که برای بنده نوشته، البته جای منتشر نشده، این نوشته است در سال 1366 هسته بهینه‌سازی ساخت این کلاهک‌ها به طور کامل راه‌اندازی شد. خب نیروهاشون رو جمع کردن سال 1366 برنامه‌ریزی کردن، میگه در سال 66 تموم شد. خب دیوید آلبرایت که بارها در برنامه گفتم ازش رئیس و بنیانگذار مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی در واشنگتن که دست کم 30 سال است که درباره مسائل هسته ایران تحقیق کرده است، کتاب‌ها و مقالات متعددی در این باره داره، نوشته که محسن فخری زاده از سال 1376 خورشیدی، یعنی از زمان دولت محمد خاتمی، پروژه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مدیریت می‌کرد و در اواخر 1378 خورشیدی، یعنی 2 سال بعدش، مسئول نظارت بر پروژه آماد بود، پروژه تسلیحات هسته‌ای. پروژه آماد که یک پروژه تحقیقاتی بود گسترش پیدا کرد به پروژه آزمایش عملی چاشنی انفجاری هسته‌ای که اسم این پروژه شد مریوان با مدیریت محسن فخری زاده. از اواخر سال 1381 درباره این پروژه حالا خواهم گفت، آماد و مریوان، از محسن فخری زاده که 14 سال پیش اسمش رو در قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل دیدیم، در تمام این سالها فقط یک عکس از جوونیاش علنی شده بود. نزدیک 3 سال پیش در اردیبهشت 1397 بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری که پروژه تسلیحات هسته‌ای آماد رو افشا می‌کرد اون عکس رو نشون داد که دارین می‌بینین، که تو اسنادی بود است که بهمن 96 اسرائیل از ایران خارج کرد، که گفت نیم تن اسناد و اینها از ایران خارج شده است و بخشیش رو آقای نتانیاهو آمد و در اون کنفرانس خبری علنی کرد. غیر از این عکسی که دیدین هیچ عکس جدید یا فیلمی از محسن فخری زاده نبود تا پارسال سال 98 که یکی 2 تصویر از او در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی خامنه‌ای.ir منتشر شد که دارین میبینین، بدون اسم آوردن البته از کسایی که اونجا نشستن از جمله محسن فخری زاده. دیوید آلبرایت نوشته است در شرایطی که جمهوری اسلامی هنوز به پرسش‌های اساسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پروژه آماد پاسخ نداده و در شرایطی که در نقض برجام غنی‌سازی اورانیوم و ذخیره اورانیوم غنی شده را مدام افزایش می‌دهد، جمهوری اسلامی اگر می‌خواست بمب اتمی تولید کند بیشک فخری زاده بهترین گزینه برای انجام این کار بود.
انفجار و اختلال در سایت غنی‌سازی نطنز در تیر ماه 99 و ترور فخری‌زاده در آذر ماه 99 نشان می‌دهد که برنامه‌های هسته‌ای و پرسنل برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در معرض حمله اند. چند تا از کارورزان این پروژه ها اغلب به اسم دانشمند هسته‌ای در این 14 سال گذشته ترور شدند. اردشیر حسین پور، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، رضا قشقایی فرد و محسن فخری زاده. محسن فخری زاده سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی رو که با نام اختصاری سپند شناخته میشه در بهمن 1389 راه انداخت. سپند وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است و فخری زاده به عنوان معاون وزارت دفاع رئیس این مرکز بود، رئیس سپند. از نظر امکانات برنامه‌ای سپند زیر نظر دانشگاه صنعتی مالک اشتر که مال وزارت دفاع. دانشگاه مالک اشتر هدفش تربیت کادر برای پژوهش‌ها و برنامه‌های خاص نظامی است، از جمله موشکی و اتمی. دفتر مدیران دانشگاه مالک اشتر در تهران بزرگراه شهید بابایی است و خود دانشگاه که از مقطع کارشناسی تا دکترا دانشجو دارد در شاهنشهر اصفهان. الان رئیس دانشگاه مالک اشتر ابو طالب شفقته که قبلا رئیس مؤسسه تحقیقاتی صنایع دفاعی بود و دوره احمدی نژاد هم ایشون استاندار بود، در میگشت تو ایران، استاندار مازندران بود یه دوره، یه دوره استاندار بوشهر بود، یه دوره استاندار خراسان شمالی بود، همش دوره احمدی نژاد. از سال 97 ایشون شده رئیس دانشگاه مالک اشتر. بیشتر کسایی که مسئولیت و مدیریت پروژه های نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو دارن، اگر دقت بفرمایید، قبلش در بخش موشکی سپاه یا وزارت دفاع بودن. علت چم این است که تمرکز جمهوری اسلامی بر تولید موشک های دوربرد، موشک های بالستیک و تولید کلاهک هسته‌ای برای موشک های بالستیک. طبق معاهده منع گسترش سلاح های غیر متعارف که جمهوری اسلامی هم امضا کرده، یعنی ایران امضا کرده، هیچ کشوری نباید موشک بالای برد 300 کیلومتر تولید کنه. 8 نوع از 13 نوع موشکی که جمهوری اسلامی تولید کرده برد بالای 300 کیلومتر دارن و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای. و این نکته مهمی است که کمتر بهش توجه میشه، که برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی و اذنابش میگویند، و اذنابش بگم کافی است، که برجام ربطی به برنامه موشکی جمهوری اسلامی ندارد و ما سر برنامه موشکی مذاکره نمی کنیم و اینها، دارد. موشک های بالستیک مخصوصا در قطعنامه بعد از برجام و مربوط به برجام، یعنی قطعنامه 2231 ممنوع شده به صراحت. ببینید، برجام در 23 تیر ماه 1394 امضا شد، 5 کشور به اضافه 1، یعنی 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس، به اضافه آلمان که عضو شورای امنیت نیست، 5 به اضافه 1، اینا امضا کردن با ایران برجام رو 6 روز بعد از امضای توافق برجام، یعنی در 29 تیر ماه 94 1394 قطعنامه 2231 صادر شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که دقیقاً قید شده که با امضای برجام 6 قطعنامه تحریمی قبلی شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران لغو می‌شود، یعنی لغو شد. یکی از بندهای همین قطعنامه 2231 اینه، اینم براتون می‌خونم. از ایران خواسته شده است که هیچ گونه فعالیتی راجع به موشک‌های بالستیک که به منظور دستیابی به تسلیحات هسته‌ای طراحی شده‌اند انجام ندهد، از جمله پرتاب با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک. خب 8 ماه بعد، 10 فروردین 95 1395 آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نامه مشترک نوشتن به دبیرکل سازمان ملل متحد و نوشتن که جمهوری اسلامی با آزمایش‌های موشکی انجام شده از زمان امضای توافقنامه برجام قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرده. موشک‌های آزمایش شده قادر به حمل کلاهک هسته‌ای هستند. یعنی چه قطعنامه 2231 را نقض کرده؟ یعنی قطعنامه‌ای که در واقع به برجام مشروعیت می‌داد.
و میدونین که کشف عجیبی هم نبود این نامه این چهار کشور به دبیر کل سازمان ملل. جمهوری اسلامی با صراحت همیشه آزمایش موشک‌های دوربرد بالستیک رو انجام میده، تبلیغش میکنه که چه توانایی دارن این موشک‌ها، روش میزنه مرگ بر فلان، مرگ بر بهمان، اینا میدونید دیگه. تبلیغ میکنه همیشه. فخری زاده در سندی که دارین میبینین که محمد نصیری به عنوان رئیس پروژه آماد امضا کرده در تاریخ 28 بهمن 1380 مسئول تهیه مشخصات اینطوری که نوشته اتاقک سرجنگی یا همون کلاهک هسته‌ای می شود. فخری زاده بالای همین نامه نوشته بسمه تعالی در حال پیگیری است. اصل نامه بایگانی شود. بعد از ترور فخری زاده ببینید یه نکته رو بگم و بعد ادامه بدم. تمام این نمیدونم فتوای امام خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فلان فلانی درباره ممنوعیت تولید سلاح هسته‌ای اینا همه کشکه، به دو دلیل. یکی اینکه برای حفظ نظام به نام فتوا و سخن بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی هست، آیت الله امام خمینی، حتی میشه ارکان دین رو تعطیل کرد، نماز، روزه، اینها بارها گفتم، و عملگرایی نظام جمهوری اسلامی، نظام مقدس، همیشه ایجاب میکند که یا نرمش قهرمانانه بکنه یا فلان فتوا رو پس بگیری یا فتوای جدید بده، نمیدونم از این حرفا. خب حالا باز برای اثبات این سخن، بعد از ترور فخری زاده در 7 آذر 99 رسانه های سپاه آمدن ویدیوی تقطی شده تیکه تیکه های از یک سخنرانی فخری زاده رو برای اولین بار منتشر کردن. زمان این سخنرانی را مشخص نکردن ولی هیچ شک نیست که همین اواخر بوده، چون وقتی به عکس‌های فخری زاده که سال 98 پارسال در جلسه با رهبر معظم بوده است نگاه می‌کنیم، یا عکسشو با خاتمی وزیر دفاع همین دولت روحانی که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این سخنرانی باید همین اواخر بوده باشه، یا چهره‌شو مثلا در تابوت وقتی که نگاه می‌کنیم که حالا خواهید دید، می‌بینیم همون دقیقاً همون چهره است که داره سخنرانی می‌کنه و الان خواهید دید. بعضی جا نوشتن که آخرین سخنرانیش در جمع بوده است. فخری زاده در این سخنرانی دلیل رفتن جمهوری اسلامی به سمت داشتن بمب هسته‌ای رو توضیح میده. بعد از فرمان حضرت امام در مورد تحولاتی که در جنگ ایجاد شد، بعد از شکست حصر آبادان و فتح خرم شهر، پیروزی‌های لشکر اسلام شروع شد و دیگه تا جایی رفت که ما به قول معروف اون شعار تا کربلا نشاط خدمت شما که یک گام بیشتر نداشتیم که محقق بشه، که دشمن به حلقه های غیر اخلاقی متوسل شد و نبرد رو کشون به عرصه شیعه. دیگه عزیزان خوب خاطرشون هست که عملا ما به دلیل نداشتن تجربه چگونه زمینگیر شدیم و چه شهدایی که تقدیم کردیم و علت عمدهش هم نبود تجربه. خب این به هر حال تجربه تلخ بود و این درس رو ما داد که باید در همه عرصه ها مراقبت بکنیم که غافلگیر نشیم. بود منطقه در نظر بگیریم، منطقه ما الان داره تبدیل به یک منطقه هسته‌ای میشه. شما عربستان ببینید که در حال وسیع هسته‌ای داره، اون حساب در ملک فهد داره، اشارات من شما امارات به شدت دنبال بحث هسته ای، پاکستان که تکلیفش مشخص است، هند و اشارات من شما اونام که مشخص است. خب این گسترش می طلبه که یک سری زیرساخت هایی به صورت متوازن ایجاد بشه که اگر ایجاد نشه با این احتمال حوادث، چه در داخل چه در منطقه و چه در اشارات من شما هسته ای بینون بلدی، قطعا ما اون ضربه پذیری هایی که در وسط شمایی داشتیم اینجا ببینید، من هی اشاره میکنم، تأکید میکنم به اینکه این سخنرانی همین اواخر بوده است، برای اینکه بویژه یکی از کلکایی که جمهوری اسلامی سعی کرد بزنه برای
اینکه بگوید فخری زاده از هم چیزی نیست، حالا خواهم گفت حتی در روی سایت مریوان هم چجوری مثلا حقوق بازی میکنه. این اواخر آمده بود فخری زاده رو به عنوان یکی از کسایی که یکی دو تا سخنرانی هم براش گذاشته بود درباره نمیدونم مصرف دارویی، نمیدونم فلان صنعت، که یعنی هیچ ربطی محسن فخری زاده به صنایع هسته‌ای ندارد و پخش کرده بودن همه جا که از سال 82 اصلا فخری زاده ربطی نداره، آدم اهمیت مهمی نبوده اصلا در صنایع هسته‌ای اینها. من تاکیدم به همین دلیله که این سخنرانی دیدین، حالا بخش دیگه‌اش رو خواهید دید که تیک تیکایی هم که پرید اینجوری در فیلم مال ویدیوی اصلی است، در واقع ما تغطیهش نکردیم. تو همین سخنرانی فخری زاده میاد به پروژه آماد اشاره میکنه، البته اسم آماد رو ما نمیشنویم به دلیل همین تغطیه این ویدیو، این سخنرانی توسط خود رسانه سپاه که اینو منتشر کرد. اسم آماد نیست در این سخنرانی، ولی میگوید طرح دفاع هسته‌ای. دفاع هسته‌ای یعنی چی؟ آقای فتوای مبلغ فتوای خامنه‌ای که حرام کرده است بمب اتم، دفاع هسته‌ای یعنی چی؟ یعنی پروژه نظامی هسته‌ای. و زمانی هم که بهش اشاره میکنه، توجه بفرمایید، میگه رئیس جمهور وقت ریاست جمهوری محمد خاتمی است، که به فخری زاده میگه ما اصلا باید زودتر این پروژه نظامی یا به قول خودشون طرح دفاع هسته‌ای رو میداشتیم. سال‌ها می بودید در 78-79 که من خدمت رئیس جمهور محترم و گزارشی رو می دادم در این مقوله، ایشون فرمودن که ما این کار رو نه که باید شروع کنیم که خیلی دیر هم شده. الحمدلله در اون موقع طرح دفاع هسته‌ای تمام شد تا رسیدیم به این بسیار دوره که در خدمت امیرعزیز خاتمی هستیم، که خب حالا عرض می کنم خدمت شما ما پیشرفته های بسیار خوبی داشتیم. آیا می خواهدم که خب انصافاً در یه وضعیت متفاوتی حمایت دادن میکنن و این انشاءالله که بازار به آزاد ساله ها برای ایشون سرد خواهد شد. بله، این دوره‌ای که فخری زاده میگه وزیر دفاع جمهوری اسلامی امیر حاتمی داره به طور ویژه حمایت میکنه، پروژه مریوان در آباده فارس. این پروژه اول به اسم آماد برای تحقیق بر چگونگی تولید تسلیحات هسته‌ای زیر نظر محسن فخری زاده شروع به کار کرد. همون دهه 70 در ادامه در زمستان 81 به سایت مریوان در آباده شیراز رسید. به گزارش مؤسسه علوم و تحقیقات بین الملل، سایت مریوان در آباده شیراز ادامه طرح آماد است، یک سایت آزمایشی مهم، محل آزمایش چاشنی انفجارهای هسته‌ای. تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای استتار شده در پوشش‌های مختلف، امکان یافتن مکان آزمایش بیرونی را فراهم کرد در 24 کیلومتری شمال آباده در منطقه کوهستانی در استان فارس. خب اینکه چرا اسم این سایت رو گذاشتن مریوان، عرض کردم شاید برای حقوق بازی رد گم کنی بودی، کما اینکه زمستان 93 که لو رفت این سایت مریوان در آباده شیراز، مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی همشون گفتن اصلا تو مریوان تو استان کردستان اصلا سایت اتمی وجود نداره، تکذیب کردن همشون. سایت مریوان در آباده شیراز به سایت لوجستیک یا پشتیبانی هم میگفتند، چون یه قسمتش در واقع لوجستیک بود، که تابستون پارسال جمهوری اسلامی سعی کرد این قسمت رو، این قسمت پشتیبانیش رو با خاک یکسان کنه که عکس شدینیم تا احیانا دست بازرسای آژانس بین المللی انرژی اتمی بهش نرسه. اگرچه سایت پشتیبانی لوجستیک در ژوئیه سال 2019 تابستون یه سال و نیم پیش با خاک یکسان شد، اما به نظر میرسد سایت آزمایش در فضای باز تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده. تصاویر ماهواره‌ای اخیر که توسط مؤسسه علوم امنیت بین الملل به دست آمده نشان می‌دهد که سایت بیرونی دارای دو سنگر و یک رمپ آزمایشی است. این مجموعه اسلاید شامل عکس‌های زمینی است که دو تاشو الان دیدین. محل آزمایش‌های چاشنی انفجاری با قدرت بالا در فضای باز به عنوان بخش از تولید سلاح‌های هسته‌ای طرح آماد.
مطابق با اظهارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این آزمایش ها برای آزمایش ردیاب های نوترونی است. این ردیاب ها در آزمایش چاشنی هسته‌ای برنامه ریزی شده ایران نقش اصلی را بازی می کنند. این یکی از آخرین آزمایش هایی است که قبل از ساخت سلاح هسته‌ای انجام می شود. اسفند 98، 27 اسفند 98 وزارت خارجه آمریکا بیانیه داد که نوشت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر 2019 یعنی آبان 98 گزارش داد که این آژانس در حال تحقیق در مورد شناسایی ذرات اورانیوم فراوری شده شیمیایی در یک محل اعلام نشده در ایران است و با توجه به اینکه آثار ذرات اتمی نشانگر وجود احتمالی مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده در ایران است، ایران باید کاملا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جامعه جهانی شفاف باشد. سرانجام در 4 ماه پیش در نهم مهر ماه 1399 بالاخره جمهوری اسلامی گذاشت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت مریوان در آباده شیراز نمونه برداری کنند. حالا موضوع آلومینیوم فلزی مطرح شده است که حالا توضیح خواهم داد. تو این عکسی که الان قبلا دیدید ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا بود که یه درو تحریم کردن، دیگه فرصتی است من اسامی اونا رو بیارم لزومی هم نداره، داشتین اسامی اونا رو میدیدین. باری ببینید در پیوند با موضوع آلومینیوم فلزی 22 اسفند 96 برای اینکه بگم مسبوق به سابقه است به قول علما، یکی از رسانه‌های سپاه تسنیم نوشت بر اساس اسنادی که به دست آمده است، به دست آمریکا رسیده است، جمهوری اسلامی برنامه محرمانه به نام آماد داشته که محسن فخری زاده آن را هدایت می‌کرده است. برنامه آماد دارای 3 بخش بود: پروژه نمک سبز، طرح تولید چاشنی انفجاری با قدرت بالا، همون که عرض کردم خدمتون، و طراحی مجدد موشک شهاب 3 برای نصب کلاهک هسته‌ای احتمالی روی آن. این برنامه بخش از پروژه بزرگتری به نام پروژه 5 برای تولید اورانیوم با هدف استفاده در یک برنامه غنی‌سازی مخفی بوده که قرار بود محصولش فلز قابل کاربرد در کلاهک جدید موشکی باشد که اینو بهش میگفتن تولید برنامه 111. برنامه 111 در پروژه آماد برنامه‌ای است که کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد مسئولش بود که شاید هنوزم باشه. اینا خیلی خسته کننده میکنه برنامه رو، من میخوام دونه دونه بخش های برنامه آماده بگم که کی مسئولش بوده. ولی پروژه 111 یا برنامه 111 به اصطلاح در پیوند با تولید اورانیوم فلزی همین بحث است که طبق این اسناد گفته میشود کامران دانشجو مسئولش بوده. یعنی همین موضوع مورد مناقشه جدید تولید اورانیوم فلزی، این فعالیت در جهت ساخت کلاهک اتمی برای موشک شهاب 3 در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دارین می‌بینین آمد که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اعضا گزارش داد در 8 نوامبر 2011 یعنی در 17 آبان 1390 و داستان همچنان تا امروز ادامه داشته با برجام و بی برجام. جمهوری اسلامی چهارشنبه 24 دی ماه 1399 همین چند روز پیش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد که روند تحقیق و توسعه برای تولید اورانیوم فلزی رو برای سوخت راکتور تحقیقاتی تهران شروع کرده. 3 روز بعد 27 دی ماه وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا، ترویکای اروپایی، بیانیه مشترک دادند و ضمن ابراز نگرانی شدید از شروع این روند نوشتند ما قویاً از ایران می‌خواهیم این روند را متوقف کند. در ادامه این بیانیه آمده است با توجه به اینکه تولید اورانیوم فلزی به طور بالقوه می‌تواند پیامدهای نظامی داشته باشد، توجیه معتبری برای استفاده از اورانیوم فلزی توسط ایران وجود ندارد. بر پایه برجام ایران متعهد است که به مدت 15 سال درگیر تولید اورانیوم فلزی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این زمینه نشود. ایران اگر نسبت به حفظ برجام جدی است این فعالیت‌ها را متوقف کند و بدون فوت وقت به تعهداتش ذیل برجام بازگردد. در میدانید که جمهوری اسلامی الان میگه من هیچ تعهدی به برجام ندارم. 24 آذر 99 بود که شیخ حسن رئیس جمهور
گفت از اردیبهشت سال 98 ما کاهش تعهدات برجامی را در 5 مرحله انجام دادیم. ایران برای فعالیت هسته‌ای خود هیچ گونه محدودیتی را قائل نیست. در مرحله 5 کاهش تعهدات صریحاً اعلام کردیم تعهدی برای غنی‌سازی و تحقیق و توسعه نخواهیم داشت، که در واکنش به بیرون رفتن آمریکا دولت دونالد ترامپ از برجام بود. ولی به هر حال جمهوری اسلامی الان صریحاً میگه ما تعهدی نداریم. خب در خدمت آقای دکتر بهروز بیات هستیم. آقای دکتر بیات کارشناسی ارشدشون رو در فیزیک هستی از دانشگاه فرانکفورت آلمان گرفتن، دکترا در فیزیک کریستال ها رو از دانشگاه ماربورگ آلمان و سالها در دانشگاه های ماربورگ و دانشگاه صنعتی برلین تدریس کردن. ایشون مقیم وین هستند و به عنوان کارشناس مستقل مشاور آژانس بین المللی انرژی اتمی. های دکتر بیات بسیار خوشحالم در این برنامه حضور دارید، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. من نخستین پرسش رو اجازه بدید که عرض کنم خدمتون. بیانیه مشترک سه کشور ترویکای اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس درباره تولید اورانیوم فلزی در ایران خیلی تند بود نسبت به بیانیه‌های قبلی در این لااقل 2-3 سال گذشته و گفتن که جمهوری اسلامی باید فوری این فعالیت رو متوقف کنه. خیلی ابراز نگرانی شدید عین این اصطلاح در واقع آمده است اونجا. چقدر مهم اورانیوم فلزی در ساخت بمب هسته‌ای که این واکنش رو باعث شده است در واقع؟ بله، با سلام بر شما و بینندگان گرامیتان و با سپاس از دعوتتون. مشکل رو باید در یک چارچوب بزرگتر اول بهش نگاه بکنیم. آن این است که جمهوری اسلامی در وهله اول یک مشکل بزرگ سیاسی با غرب داره تو منطقه، به این عنوان که در واقع یک کشور مزاحمه در منطقه خاورمیانه. ایران تنها کشور نیست، جمهوری اسلامی تنها کشور نیست، اما برای ما ایرانی ها البته اهمیت داره که کشورمون به عنوان کشور مزاحم نباشه. در این چارچوب مزاحمتش در منطقه رفته دنبال دو تا موضوع برای حفظ این مزاحمت، برای حفظ این خصومت بیمعنی با ایالات متحده با اسرائیل. مجبور شده واسه خودش عمق استراتژیک درست کنه در بیرون و بره هم دنبال تسلیحات هسته‌ای در وهله اول به عنوان یک وسیله بازدارنده. در این چارچوب وقتی که می‌بینیم جمهوری اسلامی در واقع از برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله بازدارنده به عنوان یک تهدید همیشه استفاده کرده. حالا برگردیم به وضعیت کنونی. به این ترتیب است که وقتی که برنامه هسته‌ای ایران کشف شد دیگر امکان این که بمب اتمی بسازد در شرایط متعارف منتفیه. تا اجالتا تا اطلاع ثانوی و شاید برای همیشه منتفی باشد. منتها رژیم از این صرف نظر نکرده که هنوزم این بقایای برنامه هسته‌ایشو که در اثر برجام در واقع یک بقایای به کلی بی‌مصرفی بود، از اینا هنوز به عنوان یک تهدید تلویحی حتی استفاده بکنه. خب در چارچوب در این به علت این که دولت دونالد ترامپ به نظر من به لحاظ غیرقانونی، به لحاظ عدم رعایت نظم جهانی، قراردادهای جهانی از برجام خارج شد، رژیم جمهوری اسلامی هم با تفسیر غلطی از برجام به نظر من فکر میکنن که خب حالا اینا هم میتوانند به عنوان اقدام متقابل رو بیارن به برنامه هسته‌ایش. و اینجاست که به نظر من لو میره در واقع به نحوی رژیم. رژیم همیشه در این تضاد بوده که گفته برنامه هسته‌ای من یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، در عین حالی که از این برنامه هسته‌ای به عنوان یک وسیله بازدارنده استفاده میکنه. در لحظه کنونی چیکار کرده؟ وقتی که دونالد ترامپ از برجام خارج شد
تنها وسیله ای رو که جمهوری اسلامی بهش متوسل شد که برنامه هسته‌ایش رو پیشرفت بده. و تو این مراحل پیشرفت دادن برنامه هسته‌ایش به مرتب افزایش و افزایش و افزایش پیدا کرد. اروپایی ها هم مرتب اعتراض می کردن، منتها چون اروپایی ها قصد داشتند که برجام را نگه دارن، مخصوصا این که نمیخواستن به دولت دونالد ترامپ به اصطلاح آتو بدن، بهانه بدن که هر چه شدیدتر رفتار بکنه، اروپایی‌ها اندکی ملایم اما اعتراض میکردن. حالا تصویب نامه مجلس دیگه در واقع شد بگیم قوز بالا قوز، مشکل بزرگ. تصویب نامه مجلس در شرایطی که بله. من به خاطر اینکه فرصتمون محدوده بیشتر تمایل دارم در بخش فنی در بخش فنی و تخصصی، چون به همین دلیل من مثلا به قسمت سیاسیشو نخواستم بحث بکنم، متاسفانه یه مقداری رفتیم اون طرف که یه نکاتی رو میخوام خدمتتون عرض بکنم بعدن. یه نکته رو فقط خدمتتون عرض بکنم در پیوند با همین بحثی که کردین. ببینید، درباره خارج شدن آمریکا از برجام، یکی از نکات مهمی که من در گزارش قبل از گفتگو عرض کردم مسئله برنامه های موشکی بود. جمهوری اسلامی بله توافق برجام کرده بودن و خب یک کشوری ازش خارج میشه، میگه ما هرچه تلاش کردیم که بیایم با جمهوری اسلامی باز مذاکره بکنیم درباره برنامه های موشکی، بحث دیگه برنامه هسته‌ای حتی نیست، برنامه موشکی است، به دلیلی که بنده در گزارشم عرض کردم نقض قطعنامه 2231 که بتونیم در گسترش بدیم این رو، خب جمهوری اسلامی همچنان به ادامه نقض پیمان منع گسترش تسلیحات غیر متعارف در واقع رو آورد و بدیهی است که گسترش موشک‌های بالستیک، تولید موشک بالستیک در ایران با داشتن قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای، این از همین نظر مربوط میشود به برجام و مورد مناقشه همیشه بوده است. حالا اینکه دولت ترامپ کار درستی کرد یا غلطی کرد، شما نظرتون رو فرمودین، بندم فقط خواستم حواشیش رو عرض کنم. ولی اصلا ببینید فرصت بحث درباره حواشی سیاسیش رو نداریم. خواهش میکنم ازتون برای اینکه بتونیم استفاده مستقیم بکنیم، استفاده بکنیم از حضور شما آقای دکتر بیاد در زمینه تخصصی، بفرمایید همین اورانیوم فلزی چه اهمیتی داره که اینقدر مهم بوده برای ترویکای اروپا؟ خواهش میکنم. بله، چون بحث سیاسی رو مطرح کردم یه جمله دیگه میگم و آن این که به نظر من آقای خامنه ای مسئولیه که باعث شد ترامپ به این راحتی بتونه بره بیرون. این بحث درازیه ولی به نظر من مسئول اصلی آقای خامنه ایه، نه آقای ترامپ، ولی این بحث دیگر. برگردیم به موضوع هستید. تصویب‌نامه مجلس اوورد موضوع این که فلز اورانیوم تولید بشه. مدت ها راجبه صحبت نبود. حالا فلز اورانیوم از این لحاظ ها از اهمیته که برای ساختن بمب اتمی کافی نیست که شما مثلا فرض کنید اورانیوم هکزافلورید غنی شده داشته باشید یا به ترکیبای دیگرش مثل مثلا اکسیدای اورانیوم و اینا، بلکه برای تولید بمب اتمی نیاز به اورانیوم فلزی است در حالت فلزی. و این آن چیزی است که باعث شده که اروپایی‌ها رو بیش از همیشه شگفت زده بکنه، بیش از همیشه بگیم عصبانی بکنه، زیرا که جمهوری اسلامی در واقع با این اقدامش همراه با اقدامایی که از این در این یک سال نیم کرده، پیامش این بوده، پیام تلویحیش این بوده که یا با ما کنار میایید یا ما میریم به طرف بمب اتمی ساختن. یعنی که شما هم اشاره کردید اون موضوع که آقای خامنه‌ای گفته بمب اتمی اسلامی نیست، فتوا داده، این صحبت ها، اینا در واقع منتفی هست، یعنی اینا جدی نیست. آقایان مختلفشون هم از جمله همین آقای فرمانده سابق سپاه. بله. آقای دکتر بیاد، چقدر توانایی داره برای تولید، کوتاه بفرمایید که من پرسش بعد رو بتونم خدمتتون عرض بکنم، برای تولید اورانیوم فلزی چقدر، در چه حجمی، چگونه، اصلا توانایی انجام این کار رو داری یا اینم لاف جمهوری اسلامی است؟
نگاه کنید، برنامه هسته‌ای ایران همیشه با لاف دو طرفه همراه بوده. یکی که جمهوری اسلامی با رجزخانیش برنامه هسته‌ایش رو خیلی بیش از اونی که بوده عرضه میکنه، طرف مقابلم اینو هی بزرگتر میکنه. این دو تا به نظر من دو تا گزافه‌گویی در مقابل همه، منتها مسئولیت برای ایران و جمهوری اسلامی داره. حالا اینکه جمهوری اسلامی الان شروع کرده دوباره به تحقیق و توسعه در مورد تولید فلز اورانیوم، اگه فرصت داشته باشه طبیعتاً میتونه فلز اورانیوم ایجاد بکنه. البته بهانه میکنن که ما این را برای سوخت ریاکتور تهران با ترکیبش با سیلیسیوم میخوایم به کار ببریم. اون تا بهانه جمهوری اسلامی همیشه این بوده که ما میخوایم برای ریاکتور تهران 20% بکنیم، ما میخوایم را غنی‌سازی 60% بکنیم برای کشتی هایی که معلوم نیست چه وقتی ساخته بشن که سوخت اتمی داشته باشن. یعنی اینا فقط بهانه ان، همه دنیا هم این را میداند. از این لحاظ یک تهدید تلویحی نسبت به جهان است. طبیعتاً اگر دست جمهوری اسلامی باز باشد میتواند غنی سازی رو پیش ببره، الان هم برده، میتواند به سطوح بالاتر ببره، میتواند اقدامات دیگری هم در جهت بمب‌سازی بکند. منتها کاری که جمهوری اسلامی تاکنون نکرده اینه همه تعهدات که روشون کار کردن عملیاتی برجامو نقض کرده، به هم زده. اما آنچه را که تاکنون دست نزده نظارتیه. یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی بخواهد بمب بسازد باید از نه تنها پروتکل الحاقی بلکه از NPT یعنی قرارداد منع گسترش سلاح هسته‌ای هم بیرون بره، یعنی ایران بکنه مثل کره شمالی. و من بعید میدانم که رژیم بتواند، نه به لحاظ تکنولوژیکی، ممکن است وقت داشته باشه، به لحاظ تکنولوژیکی میتواند، اما به لحاظ عملی به خاطر اینکه کشور ایران کشوریه که در آمیخته با غربه نمیتونی دورش چهار دیوار بکشی و مثل کره شمالیش بکنی. از این لحاظ جمهوری اسلامی به وسیله یه تهدید ازش استفاده میکنه، شاید یا وضعیت کنونی رو نگه داره، نه جنگ نه صلح، نه گفتگو نه جنگ، یا اینی که بخواد امتیازات بیشتری بگیرد. اینی که کدامش است الان مشکل است قضاوت بکنی. هر دوی اینا این دو چیز متصورند. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای علاقه چندانی به وارد شدن به روند دیپلماسی ندارد، زیرا که وضع موجود تنش آلود به نفعشه. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بهروز بیات عزیز که در این برنامه صفحه آخر در خدمتتون بودیم. خواهش میکنم. خب یکی دو نکته را عرض کنم در این فرصت کوتاهی که همچنان در اختیار دارم. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در گفتگویی که اخیراً در سیمای آقایون پخش شد و سایت خامنه‌ای اون رو بازنشر کرده است، یعنی اینقدر براشون مهم بوده طبیعتاً، به یه نکته بسیار مهم اشاره کرد. حکمرانی ما مشکل از دیدگاه اونا، و الا بحث هسته‌ای و بحث حقوق بشر و بحث دموکراسی و اینا مباحثی نیست که واقعا مهم باشه، چون که موارد زیادی دارید. کشورهای اطراف ما کدومشون دموکراسی دارن؟ کدومشون حقوق بشر دارن؟ کدومشون اصلا انتخابات دارن واقعا درست حسابی؟ اما ببینید مشکلی ندارن، در مدار سیاسی کشورهای استکباری میچرخن و کارشون هم انجام میدن، مشکلی هم نداره. پس اساس گرفتاری ما با غرب، اساس یعنی از محوری ترین چالش ما با غرب، همون شیوه حکمرانی ماست. برای اونها یک چیز مجهولی است، همچین چیزی تو دنیا وجود نداشته که بر اساس اصل ولایت فقیه باشه. اینا مجهول براشون. ببینید مجهول اولا نیست براشون، از نظر اونا مجهول نیست. حالا خواهم گفت یه نکته مهم، البته نمیگوید آقای صالحی، نمیگوید که چرا شیوه حکمرانی ما، یعنی جمهوری اسلامی، شیوه حکمرانی شما اساس مخالفت اونا با شماست.
اونا یعنی همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه غیر از سوریه و کره شمالی، یعنی تقریبا تمامی کشورهای جهان جزو آنها هستند، جزو اونان که با شیوه حکمرانی شما مشکل دارن. مشکلشون چیه؟ همین ولایت فقیه که میگی براشون مبهم نیست. یعنی همه میدانن که رهبر سیاسی بشود رهبر مسلمین، اونم نه فقط در ایران، ایران وسیله است در جهان. مشکل آنها، مشکل اونا به گفته آقای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی، مشکل آنها شعار نابودی اسرائیل، سیاست دشمنی با همه کشورهای منطقه است، مگر اینکه بهشون در کوتاه مدت احتیاج داشته باشین. جنگ تا رفع فتنه در عالم، تقسیم مردم جهان به امت اسلام و مردم غیر مسلمانه. امت اسلام هم که همه شیعیان جهانند در درجه اول و همه مسلمین جهان در درجه بعد، یعنی اهل سنت همون در درجه بعد. مرز جغرافی و سیاسی پذیرفته شده در چارچوب سازمان ملل متحد هم در این ایدئولوژی وجود نداره. پرت و پلا نمیگه مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار مجتبی خامنه ای و داداش حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه که میگوید در قبال داشتن سوریه استان خوزستان رو میدیم. این همه گریه کردن در سوگ سردار دلهاشون که اگه قاسم سلیمانی نبود داعش زنان ما را اسیر کرده بود و مردانمون را سر بریده بود و بر ایران مسلط شده بود. همش فریب همین گریه کننده هاست. فرصت داریم یه ویدیوی کوتاهی از محمود چارباغی فرمانده توپخانه سپاه در جنگ داخلی سوریه بشنوید که میگه اصلا وقتی قاسم سلیمانی مأموریت داشت در سوریه داعشی وجود نداشت. مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. مأموریت سردار سلیمانی این بود که توی سوریه نگذاره دولت بشار اسد ساقط بشه. اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد تو خود سوریه، که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایزم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودن که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن بعدن به وجود اومدن. فرمانده توپخانه نیروی قدس سپاه در سوریه بود که صحبت میکرد، نمیدونم چهارباقی یا شاه چراغی، به هر حال فرمانده توپخانه بود درست زیر دست قاسم سلیمانی کار میکرد. سوریه مهمه برای جمهوری اسلامی چون کنار گوش اسرائیل، هیچ ربطی به داعش نداشته. کشوری که جمهوری اسلامی میخواد به گفته خودش از نقشه کره زمین محوش کنه اون بغله، به همین دلیل سوریه مهمه. لبنان هم همینطور، لبنان هم چسبیده به اسرائیل. یک سال کمتر بعد از انقلاب 57، یک سال کمتر از انقلاب 57 گذشته، خمینی به علی اکبر محتشمی پور که از اصلاح طلبان کبیر است مأموریت میده که برو حزب الله لبنان رو در اون کشور درست کن. جنوب لبنان جمعیت فقیر شیعه با پول حکومت ایران که از مردم ایران دزدیده شد شدن طرفدار حزب الله لبنان که براشون با پول ایران جاده و بیمارستان و مدرسه و مراکز تفریحی و مسکن ساخت. 42 ساله که میخواد محو کنه اسرائیل و جمهوری اسلامی تا به قدس برسه. همون شعار راه قدس از کربلا میگذرد که نهایتش شد جام زهر خمینی با 1,000,000 کشته و ویرانی هایی که هنوز در خرمشهر داریم میبینیم. اینا فهمش برای هر کسی ساده است. بازم برای سردار دلها سینه بزنیم یا برای امام خامنه ای. این که ایران و ایرانی برای جمهوری اسلامی وسیله است برای بسیج امت اسلام علیه کشورهای دیگه، رؤیای کوبیدن میخ اسلام هم در قدس یا اورشلیم محقق می شود، اینا فهمش
خیلی ساده است. بعد از 42 سال برای تحقق این رؤیا سعی کردن، همیشه با یک گام به پیش گام به پس. بدیهی است داشتن این رؤیای رسیدن جمهوری اسلامی به فناوری نظامی هسته‌ای یعنی تحقق این رؤیای فاشیستی. خب یه بار در قرن بیستم دنیا این تجربه رو کرد، یک دیوانه‌ای به نام ملت برتر آلمان دنیا رو به آتش کشید. خب دیگه جهان امروز نمیذاره با اون تجربه، که اون تجربه حالا به هر اسمی تکرار بشه. حرف آقای صالحی که میفرمایند مشکل دنیا با نظام ولایت فقیه کاملا درسته. دنیا میبینه خطر رو، برای همینه که به صراحت میگوید که به هیچ قیمتی اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. من نمیدونم با چه زبونی اینو با چه مشخصاتی به مردم، به بخشی از مردمی که طرفدار جمهوری اسلامی به معنای در واقع فریب خورده های نظام مقدس هستند، این رو به صراحت گفت که هر چه میگذرد فلاکت و بدبختی از سر و روی این مملکت میبارد به نفع ایدئولوژی فاشیستی حاکم بر ایران. بریم پرده آخر. ظهرها یک جور جلوه نوری داشتن، شبها یک جور، و همه هم مشاهده میکردن. مردم مدینه میدیدن صبحها یک نور سفیدی توی سراسر شهر مدینه پخش میشه، تو روایت داره میومدن پیش پیغمبر خدا، میفهمدن این نور از کجاست که رو همه جا پخش شده. ازت میفهمن برین در خانه فاطمه زهرا، میرفتن میدن این نور از محراب فاطمه زهراست. ظهرها نوری که تو تمام سطح شهر مدینه پخش میشد نور زرد بود. دوباره می اومدن خدمت پیغمبر خدا، حضرت اشاره می کردن برید در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها، می دیدن از محراب فاطمه زهرا است. شبها اون نوری که در مدینه پخش می شد می دیدن نور سرخ، رو در و دیوار که نگاه می کردن می دیدن نور سرخ نشسته. می اومدن پیش پیغمبر خدا، فرمودن باز برید در خانه فاطمه زهرا. شب و روزگار خوش.